درود بر شما، به باخبر ایران شهر خوش آمدید. امروز چهارشنبه تیرشید 22 آذر ماه 2582 ایرانیه و 13 از ماه دسامبر 2023 و شما بیننده و شنونده تفسیر اخبار سیاسی ایران شهر هستید. با ما در این برنامه همراه باشید. با سلام خدمت شبکه خوب من تو، امروز سالگرد حمید مجید رضا رهنورد هستش. این خانوم با این کارشون میخوان بگن که راه اینا ادامه داره و این بچه ها هیچ وقت فراموش نمیشن. مربر خامنه ای جلاد، مربر رجوی دایوس، ما اینو نمیخوایم. بچه های امروز، جوان های امروز اشتباه 40 سال پیش رو نخواهند کرد. حواسشون جمع هست. تنها راهش این هستش که این حکومت رو از بین ببریم و جاش حکومت دلسوز مردم، یه حکومت که واقعا وقتی میگیم منافع ملی یعنی منافع ملت ایران رو در نظر داره، نه مصلحت نظام، نه مصلحت خودش. بنابراین گول این به اصطلاح اصلاح طلبای حکومتی که همچنان دنبال یک جوری نگه داشتن بقای نظام هستن نخوریم. من با شما هستم، مطمئن باشید، و هر راهزنی که لازم باشه در سطح جهانی دارم میکنم که منتهای کمک ممکن رو هر جوری هستش به شما مبارزین داده بشه و برسه. خب هر چه جلوتر میریم، کسافت کاری ها و نقشه خبیثانه ای که بسیاری در جهان دوباره برای به بردگی کشیدن ملت ایران کشیدن داره ابعاد مختلفش بیرون میاد و داره روشن‌تر میشه. البته برای ما روشن بود که کل این داستان نوبل و نوبل صلح و همه نوبل کلن الان دیگه، حالا در ادامه متوجه میشین چطور، کلن تبدیل به ابزاری میشه برای خر کردن ملت ایران، که در واقع باید گفت دنیا خودش رو خر کرده و این بازی ها برای ملت ایران کهنه شده. خب همونطور که میبینید الان ابعاد دیگه داره بیرون میاد از شرکت کنندگان در این نمایش حقوق بشری و اصولا رهبرسازی جدید غربی ها برای ملت ایران. از جمله چی؟ مثلا افرادی که الان قراره در جمهوری اسلامی در زندان باشن در این پارتی حقوق بشری نروژ شرکت داشتن. مثلا یه نمونهش ریحانه تراوتیه، فعال مدنیه که در بهمن سال گذشته 1401 به 6 سال زندان محکوم شده. این خانم معلومه چرا تو زندان نیست الان و تو نروژ بوده و اونجا شرکت کرد و فعال مدنیه، از طرفداران اصلاحات، با این نرگس محمدی و هاشمی و باند اینا دستش توی کاسه است و اونجا بوده. این تازه یه نمونهشه. افراد دیگه‌ای که الان فقط صحبت از دموکراسی می‌کردن، از جمله مثلا لادن برومند که اینا هم حقوق بشریان، دوباره توییتی زده 4 روز پیش عکس بچه‌های نرگس محمدی رو گذاشته، نوشته ای کاش فقط این دوتا بچه حرف می‌زدن. اینا طرفدار آزادی بیان و دموکراسی ان، یعنی شعارشو میدن. اما اگر دو نفر پیدا بشه که فقط حرف اینا رو بزنه و بهش ویترین بدن و براش پارتی جهانی بگیرن، این حاضر تمام ملت ایران خفه بشن و فقط دو بچه حرف بزن. این مدل دموکراسی های ایناست. مدل مثل حامد اسماعیلیون که آقا دموکراسی اینه که ما میگیم، هیچ کس دیگه حق نداره عضو هیچ شورایی بشه. چرا؟ چون ما میگیم. اگه نه این دموکراسی نیست. دموکراسی باید رعایت بشود. این صحبت ایناست. چرا ما هیچ وقت از کلمه دموکراسی استفاده نمی کنیم؟ به خاطر همین. به خاطر دموکراسی یک واژه‌ای که الان تبدیل شده به ابزاری شخصی برای گروه‌های دشمن ایران، به خصوص بسیاری اصلاح طلبان. برای همینه که ما میگیم فره ایزدی که ایرانیه، مال ایرانیانه، ساخته ایرانیانه، برپای آینهای ایرانیه مثل نوروز، و این رو ما بزرگ میدونیم و فقط اینو قبول داریم. ببینی الان این کافی نبود، 5 مهر ماه 71 نفر از برندگان جایزه نوبل، یعنی نه نوبل صلح، نوبلای واقعی، از برنامه 10 ماده خانم رجوی، یعنی مریم رجوی، مجاهد، رهبر مجاهدین خلق، اعلام حمایت کردن. یه قسمت هایی از اینو من میخونم، شما ببینید چه نقشه ها اینا کشیدن و برای خودشون چی دارن میدوزن و چی میبافن و چی میفروشن.
ما برندگان جایزه نوبل امضا کنندگان این نامه نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت وحشتناک و رو به وخامت حقوق بشر در ایران ابراز میکنیم. قشنگ ببینید همه چیز شما اینجا دستتون میاد. حقوق بشر چیه؟ در شرایطی که 80% جامعه ایران زیر خط فقر زندگی میکنند، رژیم مذهبی حاکم برای سرکوب قیام عمومی جاری به تاکتیکی نگران کننده متوسل شده است. حالا جو اعدام ها اینا صحبت کرده که این اعدام شدگان هیچ ارتباطی به مجاهدین ندارن. واقعا بسیاریشون اغلبشون الان پادشاهی خواه هستن. در ادامه میگه با وجود وحشیگری رژیم، مردم ایران مصممند برای رسیدن به آزادی و دموکراسی سنگین ترین هزینه را بپردازند. 9 ماه از مردم ایران یک قیام سراسری را برای یک جمهوری که به صورت دموکراتیک انتخاب شده باشد به پیش میبرند. یعنی میگن آقا مردم ایران جمهوری خواهن، علنن دارن اعلام میکنن که آقا ما میگیم مردم ایران جمهوری خواهن و این واقعیته. چرا؟ چون ما میگیم. حالا این کجاش واقعیته؟ این بماند. در ادامه میگه 44 سال پیش میلیون ها نفر مردم ایران حکومت استبدادی شاه و پلیس مخفی وحشی آن ساواک را به دلیل جنایات آن و شکنجه مردم با شرکت در تظاهرات های مردمی رد کردند. حالا جالب بدونین که یکی از مشاورین ما وقتی من در مورد ساواک و برنامه آقای ثابتی صحبت می‌کردم به من ایراد گرفت که چرا تو از شکنجه های گسترده مجاهدین خلق علیه خودشون و علیه ملت ایران صحبت نکردی اونجا. یعنی این ایراد کار من بود در اون جا که اشاره نکردم به این موضوع. مجاهدین دستی بسیار طولا و دراز در شکنجه دارن، متخصص شکنجه مجاهدین خلق. حالا در ادامه این برندگان نوبل و این چی میگن؟ امروز در جریان اعتراضات سراسری جاری آنها شعار میدهند نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری. کجا ملت ایران شعار دادن طی سال گذشته یا سالهای گذشته نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری؟ یعنی از خودشون شعار در میارن، از خودشون تخیلی در ذهنشون میپرورن، اعلام میکنن و امضا میکنن. حالا ببینید این چی میگه. ما برندگان جایزه نوبل به حمایت‌های بین‌المللی از اعتراضات دموکراسی خواهانه مردم ایران میپیوندیم، از جمله بیانیه رهبران پیشین جهان، اکثریت کنگره آمریکا و بسیاری از پارلمان‌های اروپایی که از برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی حمایت کردند. این واقعیته. بسیاری در دنیا الان مخالف رفتن رژیم هستن. بسیاری دنبال مریم رجوی هستن چون مریم رجوی پول میده برای حمایت. و اینا پول مریم رجوی میگیرن. چرا؟ مثل مایک پومپو. چون میدونن که اصلا اونا نمیخوان که خودشون رژیم عوض بشه. اما اگر کسی اینجا هستش که حاضر پول بده به خاطر این داستان و حمایت ظاهرانی انجام بده، میگیرن میذارن جیبشون، کیفم میکنن باشه. این واقعیته. تمام این رهبرسازی ها برای چیه؟ برای این که اصلا رژیم در داخل ایران عوض نشه. خود غربی ها به خوبی میدونن که نرگس محمدی اصلا هیچ کاره این داستان، اصلا هیچ جای داستان نیست. اما این باید ساخته بشه، رهبری ساختگی که اونها به جا بیارن، مثل مترسک. چیزی که واقعیت نداره اما هست و اونها به جا میارن لااقل. حتی اگر کلاغا مترسک رو جدی نگیرن و رو شونش بشینن اهمیتی نداره. چرا؟ چون اونا میگن که آقا این مترسکه و وجود داره و این رهبری که ما میشناسیم. ببینید این رو شاهزاده رضا پهلوی در تاریخ 6 اکتبر، یعنی یک روز قبل از حمله حماس به اسرائیل، این رو پیش بینی کرده بود. بیش از 2 ماه پیش شاهزاده رضا پهلوی در خبری که تیترشو بسیاری که تاریخ ایرانیش هم میشه 14 مهر ماه، تیترشو مثلا ایندیپندنت فارسی زده، شاهزاده رضا پهلوی گفته اعطای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی به رسمیت شناختن مبارزه ملی برای آزادی است. اما این بخش از صحبت شاهزاده است. اصل صحبت چی بوده؟ شاهزاده رضا پهلوی نوشته به انگلیسی. شاهزاده رضا پهلوی ابراز امیدواری کرد که اهدای این جایزه صرفاً حرکت نمادین برای منحرف کردن توجهات از مماشات با رژیم جمهوری اسلامی نباشد و در عمل به تغییر رویکرد کشورهای غربی برای فراهم کردن ابزارهای عینی پشتیبانی حداکثری از مردم ایران و انقلاب ملی مردم ایران بیانجامد. که دقیقاً داریم می‌بینیم پیشبینی شاهزاده رضا پهلوی درست بود. و این توییت رو ایشون به انگلیسی زدن، به فارسی چی نیست، انگلیسیه. خب مشخصاً شاهزاده رضا پهلوی متوجه شده بود که نقشه اینه. ما هم همون موقع گفتیم که اینا هم انحرافیه. ببینید اما سال‌ها سلام، حداقل 1-2 سال من دارم میگم که ما هیچ احترامی به بیانیه جهانی حقوق بشر نداریم، نمیذاریم. چرا؟ و
اینجا میخوام بخشی از این تفکرمون و این چیزی که احتمالاً بخشایش در مانیفست در آینده شما خواهید خوند و برای شما توضیح بدم. از قبل میخوام شما را آماده بکنم. شاید بسیاری الان براشون این حقوق بشر شده باشه مذهب که شده. یعنی الان این مذهبی جهانیه. مذهبی که دیگران رو و ملت‌ها رو راضی میکنه که سر تعظیم فرود بیارن به هر چیزی که اینا میخوان. کیان اینا؟ اون کسانی که تمام این دستگاه‌های حقوق بشری از اروپایی‌ها گرفته تا آمریکا رو دارن اداره میکنن. تمامش هم فقط برای تأمین منافع خودشون طراحی شده. چرا ما در ایران نمیتونیم به بیانیه جهانی حقوق بشر پایبند باشیم و نمیتونیم اصلا اون رو بپذیریم؟ ببینید، ما در تمدن ایران تفکری خاص داریم که هیچ تمدنی در جهان اینو نداشته. شاید تک و توک داشته، مطمئن نیستم الان قوی هم بخوام بگم، اما تمدن‌های شناخته شده مثل تمدن‌های غربی، مثل یونان و روم، مثل تمدن‌های شرقی هند و اینا و چین و اینا نداشتن. تمدن‌های مهم نداشتن. این تمدن خصوصیتی که داره اینه که موفق‌ترین تمدن بشریه. موفق‌ترین تمدن، یعنی تمدن ایران از قبل از تاریخ بوده، الان هم هست. اما بسیاری تمدن‌هایی که حتی پس از ما وجود اومدن، مثل یونان و روم و خیلی تمدن‌های مثل چین و اینا، همه از بین رفتن، نابود شدن. بسیاریشون به ندرت حتی تونستن زبان خودشون حفظ کنن. یعنی یونان تنها کاری که کرده اینه که تونسته الفبا و زبان خودش حفظ بکنه. هیچ چیز از آیین‌های یونانی باقی نمونده، همه‌شون مسیحی شدن. روم هم همینطور. روم حتی نه آیین که هیچی، زبان خودش رو هم نتونست حتی حفظ بکنه. هیچی باقی نمونده از روم. تنها تمدنی که واقعا اینقدر موفق بوده تمدن ایرانی که زبان‌های پایش پهلوی و سپس زبان ملی ساخته شد، ازش فارسی، از همون زبان پهلوی زبان‌های ایرانی دیگه ساخته شد، مثل زبان آذری، مثل زبان کردی. زبان‌های ایرانی همه‌شون پایه‌شون زبان پهلوی و همه اینا زبان‌های ایرانی و جزء تمدن و میراث ارزشمندی از تمدن ایرانی هستن. اینا به شدت در تفکر ما محافظت شدن. یعنی وقتی من برای شما توضیح بدم در مانیفست، شما خواهید دید که چقدر اینا غیر قابل انکار، زبان‌های ایرانی مثل کردی، مثل گیلکی، مثل فارسی، مثل آذری و همه اینا به شدت محافظت شده هستن و فوق العاده ما به اینها اهمیت میدیم. مثل اقوام ایرانی، اقوام ایرانی هم به شدت محافظت شده هستن در تفکر. میراث بسیار با ارزشی هستن. ما تحت هر شرایطی باید اینا رو حفظ بکنیم. لور و کرد و آذری و بلوچ و ترکمن حتی و خیلی اینای دیگه و حتی قوم یهود که قوم ایرانی است در ایران که میشناسیمش، میگیم قوم یهود چون ما قوم داریم در ایران. اینا همه قومن، بسیاریشون قومن و نه همشون 100% ولی در یهودیان هم قوم بودن و همیشه بودن، از قبل از تاریخ در ایران بودن. حالا شاید سوال شما اینه که سام ایران چرا ما الان بیانیه جهانی حقوق بشر نمیتونیم بپذیریم؟ ببینید، تمدن موفق ایران یک خصوصیتی داره. خصوصیتش اینه که به مسائل مختلف نگاه خارجی داره و اونها رو آزمایش میکنه و پس از آزمایش در مورد اونها تصمیم میگیره. ببینید، بیانیه جهانی حقوق بشر در عمل شکست خورده است. یعنی تمام این نهادهای حقوق بشری، تمامی دستاوردهاشون به خصوص در مورد ایران، فقط کمک به آدمکشی، جنایت، به ظلم و ستم به ایرانیان بوده. نمونه آشکارش الان اگه بخواید مثلا در مورد ایران ببینیم اینه که رژیم اسلامی نه تنها در نهادهای حقوق بشری در بالاترین سطح این سازمان ملل متحد به اصطلاح رئیس شده، بعد از کشتار، بعد از کشتارهای مختلف رئیس شده، بلکه در بخش‌های مختلفش هم رئیس شده. این در مورد ایرانیانه. یعنی ما به خوبی الان اینو دیدیم، تمدن ایرانی مثل آزمایشگاه نگاه میکنه به مسائل، یعنی مثل دانشمند. ما تست میکنیم و آزمایش میکنیم در ایران خیلی چیزها رو و پس از اینکه اونها رو به نتیجه رسیدیم در موردش قضاوت میکنیم. این کاری که تمدن ایران میکنه، مثلا در مورد چیزی که بهش میگن الان دموکراسی، ما بیش از 8 سال تا 12000 سال پیش به این نتیجه رسیدیم و فره ایزدی اصلا همه جا هست. و فره ایزدی چیه؟ آن زمان که کنترل دولت و حکومت در تمدن ایران از مردم ستانده بشه و گرفته بشه، اون زمان فره ایزدی از اون حکومت رفته. من برای شما توضیح دادم در اسطوره جمشید به خوبی توضیح داده شده. همینطور مثلا در مورد سکولاریسم که قرن 19 و 20 این اروپایی‌ها به این نتیجه رسیدن، ما همون زمان در 12000 سال پیش به خوبی در اصل کاتوزیان که دوباره در اسطوره جمشید اومده به این نتیجه رسیدیم که مذهبی ها رو باید از حکومت جدا کرد. یعنی اینا رو کرد یک نهاد، نهادهای مذهبی، و جداشون کرد و به کوهی فرستاد. یعنی جمشید و اسطوره جمشید میگه آقا اینا باید برن کاتوزیان
اونان که سجده از کارشون، پرستش کارشون، برن به کوهی اصلا جدا و دور از ما باشن. چجوری ما به این نتایج رسیدیم؟ آزمایش کردیم. در تمدن ایران آزمایش کردیم. اینا رو محک زدیم در جامعه و دیدیم نتیجه چه هست. و اون وقت تصمیم گرفتیم در مورد بیانیه جهانی حقوق بشر، بیانیه جهانی حقوق بشر هرگز نمیتونه به ملت ایران یا هیچ ملت دیگه ای لطف کنه. تمامی این چیزا هم که در غرب میبینین، اینا هیچ کدوم از کشورهای غربی قانون اساسی کشورشون بر پایه بیانیه جهانی حقوق بشر نیست. اگر بود آمریکا همون زمان که پدران بنیانگذار اونو امضا کردن و تشکیل شد و جنگ انقلابی آمریکا علیه انگلستان انجام شد، اون زمان بعد بیانیه جهانی حقوق بشر یا چیزی شبیه به اون می بود. تمام پدران بنیانگذار بردهدار بودن و بردهشون رو میفروختن حتی. یعنی اصلا اینطوری نیست که ببینی کشور بزرگی به نام آمریکا وجود داره بر پایه بیانیه جهانی حقوق بشر. نه، این دروغه. بر پایه این به دنیا نیامده، آمریکا به وجود نیامده، این نیست داستان. بنابراین ما نتایج رو در مورد بیانیه جهانی حقوق بشر دیدیم. حقوق بشری ها الان تبدیل شدن به یک سلاح علیه ملت ایران. چه این سلاح؟ اینکه قبول بکنید که شما حقوقتون برابر با بقیه دنیا و صلاح دیگران کشورها و دنیا رو در نظر بگیرید. صلاح دیگر کشورها چی الان؟ اگه جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، باقی باشه، هنوز باشد. چرا؟ چون اینها نقشه هایی دارن که اگر ایران باشه کشور خود مختار، استقلال کامل ایرانیان از کرد و لور و بلوچ و عرب و همه اینا تصمیم گیرندش باشن، منافع همه اینا، منافع بلوچ ها در پایتخت ایران که حالا تهران باشه یا نباشه، هرچی در آینده اونجا واقعا مطرح باشه، برای آذری، منافع کردها، منافع عربهای ایرانی، منافع آذریها، منافع لورها، منافع گیلکها، مازندرانیها، خراسانیها، مرکز ایران، همه جا بر پایه منافع سیاست گذاری بشه، اینو نمیخوان. غربی ها اینو نمیخوان. چون اگر این بشه خیلی نقشه های اینا که الان دارن نقشه های بزرگی میکشن به هم میخوره. شدنی نخواهد بود. این سلاحیه که الان برای یکی دو دهه آینده داره انجام میشه. بعد از یکی دو دهه که کوریدورهاشون رو بسازن، این راه ها رو برقرار بکنن و واقعیت بگم تمام این فشار به خاطر چیه؟ به خاطر چین. چین اینجا موزله. اینا میخوان چین رو زمین بزنن. چیزی که اینا نیاز دارن اینه که تولید و مصرف انرژی و پول و امکانات رو از چین منتقل بکنن به کشورهای دیگه، از جمله بزرگترین سرمایه گذاریشون هنده. نگاهشون به هند. کوریدوری نیاز دارن که کشیده بشه که هند رو با چین جایگزین بکنه و قدرت رو از چین منتقل بکنه به هندوستان. این کوریدور فقط با وجود جمهوری اسلامی ممکنه. اگر جمهوری اسلامی نباشه این ممکن نخواهد بود. این جایزه های صلح نوبل الان مثلا یه جایزه ساخروف در اتحادیه اروپا دادن که اصلا هیچ چیز این جایزه هیچ کار عملی نمیکنه. در سیاست گذاری همین الان دارن با رژیم مذاکره میکنن. همین الان در سیاست گذاری همون اتحادیه اروپا داره با رژیم مذاکره میکنه. تمام این جوایز فقط برای خر کردن، دقیقاً شاهزاده رضا پهلوی درست گفته، برای انحراف افکار ملت ایرانه. و الان داریم میبینیم که این پیش بینی درست از آب در اومده. اما در عین حال چیزی که اینا ازش غافلن و اصولاً سلاحی علیش ندارن به خاطر ضعف‌های بزرگ تمدنی که دارن، اینا بسیاریشون اصلا آمریکا رو من واقعاً تمدن نمیتونم به حساب بیارم. واقعیت بگم آمریکا اشکالات بسیار بزرگی داره در پایه‌های تمدنی. آمریکا هیچ وقت تمدن پایدار نخواهد بود. ممکنه بتونه دوام بیاره مثلا روم چند صد سال باشه، در کلیتش منظورمه، نه حالا چند سال دیگه، ولی زمین خواهد خورد. چرا؟ چون پایه‌های تمدنی نداره. مثلا آمریکایی‌ها دقت کرده باشید حتی یه زبان نتونستن بسازن خودشون، زبانشون مال یه کشور دیگه که علی خودش جنگیدن. یعنی چقدر مسخره است داستان. اینا قهرمان‌های تاریخیشون اون کسانی هستن که در جنگ‌های انقلابی علیه انگلستان شرکت داشتن. یعنی همش صحبت از اونها میکنن که فلانی انگلیسی‌ها اومدن، ما رفتیم اون چراغ از اون کلیسا برداشتیم، فلان کردیم، داد زدیم، جنگیدیم، پیروز شدیم. همه این چیزا رو میسازن، فیلم میسازن در موردش، داستان میسازن و تاریخ میگن. اما هیچ کدومشون نمیگن ما هنوز داریم انگلیسی حرف میزنیم. آیا ما ایرادی نداریم؟ آیا ما تمدن ساختیم از خودمون، فرهنگ ساختیم؟ هیچ چیز از خودتون نساختید. واقعیت اینه. آمریکا یک بازار بزرگه که به نظر من هیچ پایه‌ای نداره که بتونه روش آینده روش حساب کنه. واقعیت بگم ما هم هیچ وقت نمیتونیم روابط بسیار نزدیک، بسیار دوستانه، قابل اعتماد با آمریکا داشته باشیم. من بارها گفتم چیزی که ما باید روش حساب بکنیم اسرائیل.
اسرائیل آمریکای منطقه خواهد بود و پیوندهای قدرتمندی با ما ایرانیان داره، در وجود ما، در تمام دی ان ای ما هست. حتی در آینده، حالا من در زمان خودش روشن خواهم کرد که چگونه خانش تمدنی ما بسیار نزدیک به اسرائیل، خانش تمدنی ما، و هیچ کشوری مثل ما ایرانیان چنین خانش تمدنی مثل اسرائیلیان نداره. واقعیت، این واقعیت. حالا برای اون کسانی که میخوان برن به ریشه بگردن، حالا شاید برای خیلی ها مهم نباشه این موضوع، ولی اگر میخواید بگردید به ریشه، اینه داستان. ما پیوندهامون بسیار عمیق با اسرائیل. و الان مثلا عزیزی پیام برام فرستاده بود که فلان شبکه داره میگه که آقا عامل واقعی مثلا سقوط 57 اسرائیل بوده. اینا دروغه. ببینید کلی شبکه در اومده تا سالهای گذشته. ادبیاتو که من اولین بار اینا رو دیدم، صحبت درونی که داشتیم، اصلا برای ما روشن بود که این ادبیات ادبی صدا سیمای جمهوری اسلامیه. اینا میان شبکه‌های گنده میسازن، خیلی ریلکس برنامه تولید میکنن که اصلا اینجوری نیست. یعنی شما باید زندگی داری، کار داری، همه اینا، باید تیم‌های زیاد داشته باشی تا بتونی برنامه بنویسی هر روز و کار انجام بدی. مشخصا صدا و سیما کلی شبکه ساخته که در زمان‌های لازم بیاد ضربه‌های بزنه. تا قبل از اون فقط اعتماد جلب میکنن، چیزایی میگن که شما دوست داری بشنوی، به خصوص میهن پرستانه باشه. در لحظه این نیاز مثل پوریا زراعتی خنجر رو از رو میکشن، فرو میکنن به قلب میهن پرستان. این کاری که اصلا رژیم استاد شده طی دهه های مختلف. حالا وارد این بحث نمیخوام بشم. بنابراین نتیجه گیری کلی چیه؟ ما اصلا این داستان حقوق بشر رو باید بذاریم کنار. میهن پرستی ایرانی باید پایبند باشه به تمدن ایرانی، یعنی باید به اون آموزه ها پایبند باشه. آن چیزی که جواب منفی داده برای ایران، باعث خیانت بوده، باعث سردرگمی بوده، باعث انحراف بوده به قول شاه رضا پهلوی، باید کنار گذاشته بشه. برای من اصلا مهم نیستش که چند میلیارد نفر تو دنیا این رو مذهب خودشون الان به حساب میارن. این سم برای ایران. این رو به یاد داشته باشید. پایدار و سربلند ایران و ایرانی، جاوید شاه. تا با خبر بعدی، بدرود.